محسا جان. جانم عزیزم. نمونه های سپهر را دستی توه؟ آره. بدش به من لطفا، خودم روش کار میکنم. جای اون روز که این همه زحمت انداختم گردن. کاری نکردم. چش انا مرد میانم. بله مامان جان. سلام. علیکی سلام. ببینم بالاخره قرار ما که این آقای خستگار زیارت کنی. مامان جان من الان خیلی کار دارم، میشه بعدم با شما تماس بگیرم؟ تو همیشه گرفتاری، بازم چیزی شده؟ نه عزیز من، چی شده؟ اتفاقا بهروز با خانوادهش صحبت کرده، فقط این هفته این مقدار درگیری کاری داره، آخر هفته دیگه میاد. خب به سلامتی. چند شنبه میاد؟ نمیدونم چند شنبه، من زودترش به شما خبر میدم. پس با عمو توماس بگه به رسم احترام بزرگتری دعوتش کن. خب جلسه اول صرفا برای آشناییه، هر کس به وقتش. بالاخره فریبا بس نکن، این چیزا رسم باید رعایت بکنی. چشم اونجا، من حتما به عموم زنگ میزنم. الان ممکنه من کارم رو انجام بدم بعدم با شما تماس بگیرم؟ خب باشه، برو برو، همش کار. ممنونم. زنگ خدا زنگ میزنم. چشم. یه سنگم از آسمون بباره من نمیتونم بیام. آره دیگه، خودت یه کارش بکن. چند بار یه چیزی رو تکرار میکنی؟ نه عزیزم نمیتونم بیام، دارم اعتماد میکنم. بله از امروز. نه شما پسر خوبی هستی، اشتباه نمیکنی. خب معلومه ناراحت میشم اگه گند بزنی، ولی تو گن نمیزنی. من چیکار میکنم؟ تو گن نمیزنی، خیالم راحته. برو برو، کار دارم. سپه جان بیا پایین، غذا حاضر شد. به نام آفریننده عشق و یاد شمارده آرامش دل، به نام یگانه مهربان و سلام. سلام به یکایی که شما سروران عزیز شنوند. بیا پسرم استیک داغش میچسبه. رادیویی رادیو پیام رو انتخاب کردیم. افتخار داریم که در مجله چهار صفحه تحت عنوان مجله اقتصادی چهارشنبه های رادیو پیام خدمت گذار شما باشید. انشاءالله میخوای غذا تو بیارم تو تختت بخوری؟ مثل فیلما؟ گشنم نیست. پسرم تو که صبحانم نخوردی؟ از گلون پایین نمیره، اینجام گیر میکنه. خب نه اینجاش برم، اینجام گیر میکنه، چه بزرگ شده. باش میخوای بخواب، بعد که بیدار شدی بیا غذا بخور. خب قربونت. الو. سلام. سلام، خوبی؟ خوب هستی؟ سپهر جان بهتره؟ راستش زیاد خوب نیست،
خیلی بیحاله و اشتها به غذا نداره، اصلا نمیتونه غذا بخوره. میخواستم بیرم این جواب آزمایشش حاضر نشده هنوز؟ بله اتفاقا من الان میخواستم با اتون تماس بگیرم. آماده است. یه مشکلی توی سلولای خونش دیده شده. میشه ساده بگیم یعنی چی؟ راستش سادهش همین میشه دیگه. من نمیتونم خیلی جدیتر نظری بدم، دکترش حتما باید ببینه. پس الان یکی رو میفرستم بیا جواب آزمایشی رو بگیره چون سپر خونه است. نه نه شما زحمت نکشین، من الان جواب رو میفرستم مطب دکتر، بعد وقتم براتون میگیرم، بعد باتون تماس میگیرم. ببخشید خیلی زحمت دادم بهتون. نه خواهش میکنم، چه زحمتی. امیدوارم بتونم جبران کنم. فکر میکنم خواست خدا بود که تو این شرایط منو سپر با شما آشنا بشی. خواهش میکنم. پس فعلا با اجازهتون خدا نگهدار. خدا نگهدار. نهاش خانم به حساب بدقولی نذارید، من این چند وقته همش درگیری مریضی سپر بودم، اصلا روز و شب نداشتم. نه هنوز منتظر جواب آزمایشین. خیلی ممنون، لطف دارید. بله بله، نه شما هم حق دارید، در حال به ملکتون احتیاج دارید، من اگه اجازه بدید خونه رو خالی میکنم. خیلی ممنون، سلام برسه. خدا تو بس فیلم خریدی؟ با اجازتون. خوبه تو سیارش لنگی همید ماشین بازه تو فیلم باز. ماشینم دارم. میدونم سارا خانم آدم تنها باید با یه چیزی خودشو سرگرم کنه. حالا واقعا میخوای خونه رو خالی کنی؟ چاره ندارم، نه وقتشو دارم نه پولشو، همین فکرم پیش سپر. دیگه امروز ازش خبر نگرفتی؟ آره همونجاست دیگه، بهروز مونده پیشش مواظب بشه تا جواب آزمایش رو بیاد. ایشالله که سپر هیچیش نیست، ولی ببین بهروز چقدر متحول شده، تو کل زندگیتون انقدر خونه نمونده. مبارک عروس خانم باشه، برای من که دیگه فرقی نمیکنه. من دارم برای بچه تو میگم. آره خب ایشالله بهروز پدر بهتری میشه، بیشتر برای سپر وقت میذاره. جواب آزمایش آمده، باید برم. میخوای منم باز بیام؟ نه سارا تو نری. یا آقا و خانم رات، حضورتون که آرزو بشم. من آزمایش ها اکسا و نتیجه نمونه برداری از مغز و استخون رو دیدم، همون یه نوع کمخونی نادره به نام پلاستیک آنمیا که ایشون بهش مبتلا هست. یعنی کانسر خونی؟ نه کانسر خونی نیست، اصلا کلن کانسر یعنی افزایش رشد یک رده سلولی، حالا میخواد توی خون باشه و بافتای مایع یا بافتای جام، ولی نه این توی مغز و استخون رده های خونی همشون کاهش رشد دارن. یعنی اینو کمخونیه؟ در اصل کمخونیه، اما اون برداشتی که ما داریم از کمخونی و فکر میکنیم حالا فقر آهنه یا B12 مثلا خوردنش کم شده یا جذبش کم میشه و باعث میشه که خون کم بشه، نه به این معنا نیست، یک چیز پایه‌ایه، یک آسیبی در مغز و استخون و سلولای به حساب استمسل یا بنیادی ایجاد میشه که باعث میشه که این ساخته نشن و تمایز اون سلول اصلی به سرده صورت نگیره. ببخشید باید چی کار کنیم؟ درمان علاجیش خب بایستی حتما پیوند مغز و استخون بشه و برای پیوند ما احتیاج به چی داریم؟ بافت سازگار علاوه HLA یا همون آنتیژن سلولای انسانی که اون سلولا رو بهش پیوند. وقت تا زمانی که حالا این HLA پیدا بشه ما خودمون باید چیکار کنیم؟ حالا تو این حین که ما بخوایم بافت سازگار برای مریضمون پیدا بکنیم، آزمایش‌های مربوطه رو انجام بدیم، بررسی‌های لازم رو، توی موقعیت بچه حالش خوب نیست دیگه،
الان شما میگید بیحاله، نمیتونه، ممکنه عفونت بکنه، ممکنه خونریزی بکنه. با توجه به این در خونه نگه داشته میشه، کمتر در معرض عوامل محیطی باشه، خونریزی نکنه، عفونت نکنه، سرگیجه نگیره، بیفته به خاطر کم خونش. و تحت نظر شماست، چرا؟ چون اگه ما بخوایم بیخود بیمارستان بخوابونیمش، عفونت‌های بیمارستانی براش خطرناک‌ترن. شما پرستارشید توی خونه، مراقبت ازش میکنید، احتیاج به خون داشت مراجعه میکنید، خون بهش میزنیم تا انشالله بافت سازگار براش پیدا بشه که اون سلولا رو بهش پیوند بزنه. ببخشید من الان خیلی متوجه نشدم، غیر از این مراقبت ها نفهمیدم بعد چی کار کنیم. شما موقعی که سپر به دنیا اومد از خون بند نافش ذخیره کردید بدادید بانک خون براتون نگه داره؟ نه. خب این خیلی خوب بود برای اینجور مواقع، ولی ببینید هر آدمی برای خودش سازگاره ده. بعد از اون قلشه، یعنی دوقلوهای همسان دوباره چی هستن؟ اینا هم اچلیشون مشابه و سازگار است. دیگه بر اساس قوانین ژنتیکی میمونه نزدیکترین کس بهشون کیا هستن؟ پدر و مادر هستن. به این خاطر که 50% احتمال تطابق یا سازگاری شما یا باباشون با سپر وجود داره. بعد از اون خواهر یا برادراست که این شانس رو 25% دارن. هرچی این نسبت‌های فامیلی دورتر میشه این نسبت هم کمتر میشه، ولی صفر نیست. قوی باشی به خاطر سپهر. چیکار کنیم حالا؟ من که فردا صبح اول وقت بریم واسه میشید. منم میرم، بابا اینا رو میبرم، به همه میگم. فکر میکنی یه نمونه پیدا بشه دیگه؟ نه. آره حتما پیدا میشه. میخوای بیارمش پیش تو؟ میتونی رفت و آمد رو کنترل کنی؟ آره میبرمش، یه کاریش میکنم. اگه مشکلی هست بمونه خونه، رفت و آمدی نیست، اتاقش هم دوست داره. مشکل خونه هست فقط، باید خالیش کنم، ولی یه کاری میکنم، یه مدتی مهلت میگیرم. میمونی خونه، تو هم هر وقت خواستی بیایی بگو من میرم بیرون. فقط من نمیدونستم اینجوری میشه، برام یه قرار کاری گذاشتم، تو میتونی باش بری خونه؟ اگه نه من قرارمو کنسل کنم. نه من میمونم پیشش تا برگرد. ببین خیلی قشنگه. نیفتی ماما. پسرم خیلی باید مواظب خودت باشی، ما هستیم ولی خودت خیلی مهمی. اومدی اینجا بمونی؟ نیفتی ماما، چه اتاق قشنگی بابا برات درست کرده. گفتم که بهت. آره ولی نمیدونستم آقا خوشگله. خب بسه ماما، آقا ورج و برجه نکن، بیا لباساتو عوض کنیم. خب بعد یکم بگی بخواب. بابا بیرون، خودم میخوام لباسمو بپوشم. خیلی خب خودت بپوش، بعدش بگی بخواب. خب باشه.
الو طاهر سارام. خدا نکنه. نه اومدم پیش سپهر، حالا بعدم برات تعریف میکنم. طاهر جان یه سر میتونی بیای اینجا؟ موقع تماس گرفتم؟ نه نه اصلا، خیلی هم خوش موقع. با زحمت ها؟ زحمتی نبوده، وظیفه است. جواب رو دیدی؟ بله لطف کردی. نه بابا چه لطفی، با دکتر صحبت کردین؟ توضیح دادن؟ بله متاسفانه دکتر کامل توضیح دادن. نگران نباشین، حل میشه انشالله. چی بگم؟ منم متاسف شدم. شوکه ایم هنوز. میدونم سخته، ولی باز خوشبختانه زود متوجه شدی. بچه است، بدنش مقاومه. بچه ها به درمان رو خوب جواب میدن. خواستم ببینم امروز امکانش هست ببینم اتون. بله حتما. کجا هستی شما؟ من محل کارم هستم. صداتون از خوب میزن. نه نه خوبم. من بیام اونجا؟ نمیخوام اینجا باشم. منم آزمایشگاه هم کارم تموم شد، کجا ببینم اتون؟ میتونم بیام دنبالتون؟ خواهش میکنم، من اومده میشم تا شما برسید. چه ساعتی خوبه؟ 5:30 تا 6 خوبه؟ بسیار. پس میبینم اتون. فعلا. خدا نگه. سلام، ببخشید فریبا هستم. تماس گرفتم گوشیتون در دسترس نیست. من کارم تموم شده، منتظرتونم. نمیدونم برگشتید خونه یا
اگه پیغاممو گرفتین لطفا تماس بگیرید. ممنونم. بچم داره هر وقت از اینجا رد می شدم فکر این که یه تعدادی بچه روز و شبای سختی رو می گذرونن حالم رو بد می کرد. فکر می کردم چطور ممکنه پدر مادر رو زجر کشیدن بچهشون رو ببینن و کاری ازشون بر نیاد، چطور می تونن تحمل کنن. چقدر آدم همه چی از خودش دور می بینه، چقدر دور می بینه و چقدر همه چی نزدیکه، خیلی نزدیکه. همه چه خیلی نزدیکه، حتی معجزه. فکر میکنی چیزی هست که دکتر به ما نگفته باشه یا ملایم گفته باشه؟ نه واقعا من فکر میکنم همه چیزو کامل براتون توضیح داده، چیزی را مخفی نکرده. نباید ناامید باشید، مشکل کم و بی اهمیتی نیست ولی غیر قابل حل هم نیست. فقط زمان رو نباید از دست بدیم. از زمانی که قرار شد آشنایی ما بیشتر بشه متاسفانه جز زحمت برای شما نداشتم. این چه حرفیه، کدوم زحمت؟ شما لطف دارین رو نادیده میگیرین. میخواستم ازتون خواهش کنم تو این شرایط من و خانواده مادر سپهر رو تنها نذارین. اجازه بدین از امکانات و شرایط شما و آزمایشگاه بیشتر استفاده کنیم تا شاید زودتر با دقت بیشتری به نتیجه برسیم. بله حتما، اگه شما هم نمیگفتین من حتما خودم این پیشنهاد رو میدادم و اصرار میکردم. این کمترین کاریه که از دست من برمیاد. مطمئن باشین همه تلاش هم میکنم که در کمترین مدت اشله مطابق با سپر پیدا بشه. نگران نباشید. این روزا سپر با مادرشه؟ شرط اونجا موندنش فراهم نشد، پیش خودم میمونه، مادرش بهش سر میزن. الان هم مادرش پیششه که من اینجا. ببخشید دیگه اینجوری شد. شما با خانواده چه زمانی قرار گذاشتی؟ فکر کنم بهتره الان به چیزی به غیر از سپر فکر نکنی. فقط نمیخوام بد بشه یا اینکه. نه بد نمیشه، به وقتش. ممنون که اینقدر منو درک میکنی. خانم جان بهت قول میدم خیالتون راحت، الان این پیشرفت کرده. خودم یه روز در میون میام اینجا، همه جا رو میسابم، ضد عفونی میکنم، خیالتون راحت باشه. براش نصب کردم، بعد میبردمش پیش خودم. شما باید بیاین پیشش. سارا خانم از خر شیطون بیاین پای. نمیفهمی؟ داره زن میگیره. خب شما هم داشتی شوهر میگیره. سلام. سلام. تو ماشین منتظرتم، کار تموم شد بیا.
ببخشی سارا خانم معطل شدین. بشین بریم. زودتر میرم خونه که سوده بیاد. آره بابا خدا حافظ. خدا حافظ. میوه بخور زخمتون. به بچه همه من زنگ بزنم به شما خبر میدیم. نه بابا تعارف نداریم که، همه باید بدونن. سلام. 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 من فریبا قاسمی هستم. حالتون چطوره خانم؟ ممنون به لطفتون. با زحمت های ما چطور هستیم؟ خواهش میکنم چه زحمتی، همش وظیفه است. من اینجا سپردم، هر کدوم از بستگان تشریف آوردن بگن قاسمی هماهنگ کرده، زود پذیرش میشن. امیدوارم که هرچه زودتر مشکل سپرشون حل میشه. محبت دارید، خیلی متشکرم. خواهش میکنم، بازم اگر مشکلی بود من در خدمتون هستم. خیلی خیلی متشکرم از زحمتتون. خدا نگهدارتون. شما اول میریم من برم. نه شما برو. آقا سیاوش وسایل ماشینشو از انبار در بیاره جا میدیم اینا رو. من مشکلی ندارم ولی بعید بدونم جا بشه اونجا. حالا هرچی شد میذاریم، هرچی همون میدیم به یکی که لازم داره. الان داغی نمیفهمی. شما اتاق من رو بکن انباری، همه بری زخم. الان هم همچی دستکنی از انباری نداره. ناهار چی کار کنی؟ اگه زحمتت نمیشه یه سالادی ماسخیاری چیز درست کن، من کتلت آوردم. ببخشید بابا زحمت شده. آه. آه. چی شد؟ جواب آزمایش ها که حاضر میشه؟ از بهروز خانم قاسمی باید بپرسی، حتما بهش قول داده زود جواب بده که ما رو اونجوری کشوند آزمایشگاه. خانم محترمی بود، البته من برخورد کوتاهی باش داشتم ولی خیلی مؤدب و دلسوزانه کارش انجام میداد. بله بایدم دلسوزانه کارش انجام بده، بالاخره میخواد دل مهندس رادو ببره دیگه. من که کاری ندارم ولی وجدانم اگه این خانم نبود الان سپر رو نمیبردیم دوازدهتون. واه خب علائم شدید نبود که. این همه سال زندگی کردم مورد اینجوری ندیدم، انگار هرچی میگذره اوضاع عجیبتر میشه، عجیبتر و ترسناکتر. بهروز امروز کامل خونمون؟ آره به خاطر من کارشو کنسل کرد. حالا نمیشد بدون مریضی این بچه این همه متحول شه؟ نه نمیشد، هر چیز زمان خودشو داره بابا. کاش مامان زنده بود، حتما اجله اون به سپر میخورد. آخه همه چیز سپر به مامان رفته، حتی مریضیش. چه ربطی داره؟ رسیدم، انگار همه کارا رو کردیم. گفتم به زحمت نکش، بابا و سودم تازه رفتن. سارا چرا اینطوری میکنی؟ یکم خیال دست سپر راحت بشه میریم یه خونه بهتر پیدا میکنیم. بابا دنیا که با آخر نرسیده. بدون سپر کدوم دنیا؟ بی خیال بابا، فکرشو نکن طوریش نمیشه. سپر مثل ماما؟ چقدر به خودی دلمونو خوش کردیم که حالش خوب میشه. شد؟ به جای اون همه امید علکی و دویدن به مال دوا درمون، ای کاش میشستم پیشش نگاش میکردم، دستشو میبوسیدم، صداشو میشنیدم.
از کجا میدونستیم اون قراره؟ نمیدونستیم، نمیدونیم. حرف نزنیم پس. آدم به امید زنده است به اینکه خدا هست. آره. من برم خاورمیاد راه نمایش کنم. سلام بهروز. سلام، چطوری؟ اینقدر جدی؟ خیلی بیشتر. اینو بگیر پس بسامد. به ماسکم بردار. سلام. سلام عمو. عمو شریفی از سیاره X158. مگه نمیبینی بیگانگان هجوم آوردن؟ ماسکت کو؟ S1389. بیگانگان اومدن چهار تا امضا بگیرن. جواباتون اومد؟ نه هنوز. یه چند نفر سپردم ولی امیدوارم بین خودتون مثبت پیدا بشه. امیدوار. ماسکمو زدم، بیام پایین. آفرین، الان عمو شریفی میاد پیشت. یه ذره سرشو گرم کن، من با خانم قاسمی صحبت شروع کنم ببینم. سلام برسون. 13 چند بودی تو؟ 13 89. سال تولدم دیگه عمو. آخ آره، راست میگی، این حافظه ای نانای من هیچ وقت کار نکرده. تو بانک بیمارستان شریعتی و مرکز انتقال خون نمونهی برامون پیدا نشد. خودمون و آشناهامونم آزمایش دادیم ولی هنوز جوابش نیومده. امیدوارم تو بانکمون نمونهی براتون پیدا بشه. ما تو بانک عمومی و خصوصیمون نزدیک به 60,000 نمونه داریم که امیدوارم بتونیم نمونهی مناسبی رو براتون پیدا بکنیم. یعنی اگر پیدا بشه دیگه مشکلی نیست؟ اگه تو سیستم نمونه ای هم پیدا باشه بازم امنه تطابق کامل نیست، نیاز به آزمایش تکمیلی هست. اگه نمونه تو بانک خصوصی هم باشه نیاز داریم که ما از صاحبان نمونه اجازه بگیریم. اما دیگه الان زمان اما اگر نیست. ای کاش نمونه خونه بنده نافع پسرتون ذخیره سازی میکرد. مورد پسر شما از اون مواردیه که اگر نمونه خونه بنده نافش بود حتما میشد برای پیوند استفاده کرد. ما اون موقع نمیدونستیم، اگر نه این کار میکردیم. متاسفانه سیستم نمونه مناسبی رو پیدا نکرد. خب به نظر میاد باز جای امیدواری هست. امیدوارم باشیم به نتیجه آزمایشات خودتون. اگر من نظر مالی مشکلی ندارید میتونیم از بانکای خونه بنده نافع خارجی کمک بگیریم تو این زمینه. نه مشکلی نیست، اگه لازم باشه میبرمشون اونجا. خب من حتما میگم راهنماییتون کنم. قاسمی جواب تلفنتون رو نمیدن؟ خدای نکرده حرفتون شده؟ گوشیشو کلن خاموش کرده، جوابا رو فرستاده مطب دکتر. امیدوارم این اتفاقات تأثیر بدی رو رابطتون نذاشته باشه. الان وقت مطلق گفتنه؟ من نگران جواب آزمایشام. این که چرا به خودمون نگفته گوشیشو خاموش کرده؟ واقعا درک نمی کنی؟ حال سپر چطوره؟ ظاهرن خوبه. ما همه توصیهاتون هم عمل کردیم. سپر تقریبا ایزوله است، هیچ وقت هم تنهاش نمیذاریم. متاسفانه نمونهش هنوز پیدا نشده. خیلی نگران جوابای آزمایشی. متاسفانه منم خبر خوشی براتون ندارم. نمونه‌ای که به حساب نوع اچله سپر اچله نادریه. بروزش توی نسل‌های نزدیکش پدر مادر آنچنان بروز بالایی نداره. حالا باید چیکار کنیم؟ ما به بانک‌های خارجی هم ایمیل زدیم، امکانش هست پیدا بشه؟ احتمالش هست ولی خب خیلی کمه. اگه پیدا نشه چی؟ اگه پیدا نشد خانم راد شما چند سالتونه؟ 39.
هیچ وقت به داشتن یه بچه دیگه یا به حساب بارداری دیگه فکر کردید؟ یه شانس 25% وجود داره توی سازگاری HLA توی برادر یا خواهرها. منم نمیتونم شما رو مجبور کنم به خاطر به حساب بهبود بیمارم حتما این کار رو بکنید، ولی به نظرم یه پیشنهادی که میتونید روش فکر کنید. بعد اگر این بچه هم منطبق نبود چی؟ خدمت رو عرض کردم 75% شانس منفی داره و 25% شانس مثبت داره. حالا این احتمال اینه که اگه 25% رخ داد میشه 100% رخ داده، اگه ندادم میشه 100% رخ نداده. شانس باید بهتون بگم. حالا دیگه باقی تصمیم گیری با شماست. داشتیم، من مریضشو داشتم که همین مشکل رو داشتن، ولی بارداری اولش حساب نه اچ‌ال‌ای سازگار نداشته، ولی بارداری دومش اچ‌ال‌ای سازگار بوده و الان یه خانواده 5 نفری سالم هست. خدافز. میرسونمت. نه، میخوام کم قدم بزنم. تا هم رسیدی برای سوده یه ماشین بگی برگرده خونه. سلام آقا، میخواستم با تو حرف بزنم. خیلی داغونه، باید با تو مشورت کنم. هر وقت تونستیم با هم تماس بگیریم. خداحافظ. تصمیمت مطمئنی؟ عزیز دلم، از کجا معلوم اونا این کار رو بکنن و منتظر پیدا شدن نمونه نشن؟ تجربه این همه سال کار به میگه که هیچ پدر و مادری حتی اگه از همدیگه متنفرم باشن حاضر نیستن شانس از بچه خودشون بگیرن. اینا که دیگه در کمال ادب و احترام از هم دیگه جدا شده، بعدش هم دیگه مهم نیست. من نباید این وسط باشم، باید بتونن با خیال راحت بدون مزاحم تصمیمشون بگیرن. نمیخوای باش حرف بزنی؟ بهروز هزار بار رو گوشی من میسکال انداخته، حتما 100 برابر بیشترش به خودت زنگ زده. میترسم نازنین، میترسم، نمیتونم.
میترسم اگه ببینمش نتونم همه این حرفهایی رو که به تو زدم با قدرت بهش بگم. کم میارم، بعدش هم ممکنه اون دودرشم از وجدان بگیره. نمیخوام ضعفمو ببینه. هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر بزرگ شده باشی.